به نام خدا و شبتان خوش. بیننده برنامه آماج از تلویزیون یک هستید. برنامه امشب پیرامون اهمیت نامگذاری غزنی به حیث مرکز یا پایتخت فرهنگ اسلامی، چگونگی پوشش و انتقادهایی که از چگونگی پوششی برنامه صورت گرفته بود و به خاطر ارائه معلومات دایر شده. مهمانان عزیزی در این بحث امشب داریم. آقای افسر رهبی یکی از هماهنگ کننده های برنامه از جانب وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان و آقای فهیم دشتی رئیس اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان. اما در نخست آقای موسی خان اکبرزاده والی غزنی در خط تلفن با ما هستند و شبتان خوش آقای والی، و اجازه دهید با اختنام از فرصت مبارکباد بگویم این برنامه ملی را که تحت رهبری شما صورت گرفت در ولایت غزنی. تشکر از شما. والی صاحب، از چالش ها شروع میکنیم، از چالش هایی که قبل از برگزاری مراسم غزنی را به حیث مرکز فرهنگی جهان اسلام دانستند. چالش ها چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شما میفهمید که در طول 3 سال یگانه پرسش جدی همه مطبوعات به این بود که در این برنامه شاید چالش های امنیتی زیاد باشه و حتی تفسیر ها به این بود که یک خیال است، یک خواب است و محال است. جلوی همچه چالش ها به کمک خداوند جل جلاله به مردانگی نیروهای امنیتی، کمک مردم شریک ولایت غزنی و اشتراک گسترده که فکر نمی شود که هم از ولایت ها و هم از وزیر صاحب ها هم یک چالش بود. مردم فکر میکرد که کسی نمیاد، در حالی که هر دو وزیر اشتراک کرده بود، از همه ولایت ها مردم تشریف آورده بود. از غزنی اگر ما گنجایش یک جای زیاد می داشتیم شاید به هزارها مردم اشتراک میکرد. همه چالش هایی که فکر می شود اگر ما او را به قلم جلوگیریش حساب میکردیم نمیتونستیم، اما با یاری خداوند جل جلاله این چالش هایی که بسیار جدی بود و مردم تشویش داشتن در این روزی بسیار مبارک و در این روزی بسیار پر افتخار هیچ چالش وجود نداشت و در اقتضای پر امن شما خودتان شاهد حال هستید. والی صاحب، از دو مورد ما بگوین، یکی از استقبال مردم چی در سطح محل در ولایت غزنی، ولایت همجوار و مردم افغانستان، و از جانب دیگه همیش گزارش های از غزنی، از ناامنی، از انتحار، از جنگ بر بیرون و بر چهار اطراف غزنی ارائه می شد. ای بار پیامی که از این مراسم بر مردم در سطح منطقه و جهان ارائه شد چی بود؟ متاسفانم چیزی که حتی در طول 2 سال تفسیره می شود، 3 سال تفسیره می شود، تفسیره های اولی هم کاملا حقیقت نبود. چالش های ملتی در سرتاسر کشور موجود است، اما شما می بینید ما تقریبا 1 ماه کم 3 سال در غزنی تیر کردیم. ما شاهد یک واقعه بسیار بزرگی که در ولایت های دیگه صورت می گیره به این ولایت صورت نگرفته، یک انتحار در طول 3 سال الحمدلله صورت نگرفته، در حالی که ما همیشه از طریق استیج و از طریق منبر این صدا کردیم که جنگ کشورهای بیگانه است به نفع و سود مملکت عزیز ما نیست، و در قسمت در حدود 2 میلیون تمام نشرات تقسیم کردیم. یاری خدا بود و کمک مردم شریع بود و احساس نیکی هر کسی که در اطراف اکناف ما بود و هر فکری که در گذشته بود در این روز در یک فکر سالم این جشنواره برگزار شد. اگر ما یک جای کلان می داشتیم در حالی که جشنواره کلان ما در ماه میزان برگزار می شد و با مردم اجازه می دادیم و جای می بود، احتمالا که به هزار مردم به خاطر شرکت می کرد که ما روز دوم شما تشریف نداشتیم، تلویزیون یک نبود. ما یک مسابقه بین پکتیا و پکتیکا از نیزه‌بازی داشتیم. شما یقین کنین که در وقت کمتر از نیم ساعت در نزدیک ثقافت اسلامی به هزارها مردم جمع شد. مردم دیگه از جنگ خسته است و ما صدا هم کردیم و امروز هم مجلس داشتیم که در پالوی لقب ثقافت اسلامی به غزنی لقب شهر صلح و دوستی هم داده شد. همه مردم جمع شده بود و سر بالای هر دو طرف صدا کرد، هم دولت و هم طالبان، که این شهر بعد از اینکه نامگذاری شد من حیث پایتخت تمدن اسلامی با نام شهر صلح و دوستی همی را بشناسه، پشت ادرس های دیگه نگرده و این ادرس نزدیکی که
و تیکیت و تیاره و ویزه و پاسپورت ضرورت نداره. اینه میره من حیث ادرس سول هم من حیث ادرس مذاکرات قبول بکنه. اگر در پی ای اعلان ای توقع و تقاضای مردم جامعه عمل بکشنه، ما امیدوارم که در کشور ما هر چی زودتر یک قدم مثبت طرف صلح و آشتی و برادری برداشته شد. ولی صاحب، یک مورد دیگر انتقادها از پوشش خبری بود. نقش رسانه ها در پوشش خبری مراسم ملی را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ بی شکی نیست که بعضی از رسانه ها این شکایت داشتن، در حالی که پروگرام از وزارت اطلاعات و فرهنگ تهیه دیده شده بود. در مراحل اول هیچ کس حاضر نبود که این برنامه را یک پوشش زنده بده. و این که تلویزیون یک ما تشکر میکنیم، اونا با وزارت اطلاعات و فرهنگ برنامه را جور کرد و سامانی که دیجا آورده بود، مسئولین با ما گفت که تماما وسایل که دیجا انتقال شده چندین لک دارد که ما داریم، یعنی تماما همه ریسک و خطر پذیرفت. اما چون ما مسروکیت زیاد داشتیم و این برنامه کاملا به دست وزارت اطلاعات و فرهنگ و پروتوکول و قرارداد و هر تفاهم که شده بود از قبول بود، بعضی رسانه هم تکسانه که شکایت داشتن و میگفتن که مرض داخل نماندن، در حالی که خبر ما طوری بود که یک پیشنهاد کرده بود هر کسی که میخواد که این برنامه را زنده نشر کنه، ما کوریجی زنده را در بیرون تالار برشان میتیم و در داخل تالار با چندین کامره داریم که گنجایش کامره های اضافه نمیشه. بالاخره این شکایت ها در اخیر شنیدیم و چون در ابتدا ما در جریان هم نبودیم و تفاهم بین وزارت اطلاعات و فرهنگ و تلویزیون یک صورت گرفته بود، به هر صورت رسانه ها ای جفا باید بسیار جدی نگیره. این که یک تلویزیون خطرات قبول کرد و همون طوری که شما گفتین که هر کسی فکر میکرد که در غزنی رفتن با شش هفت موتر تلویزیون یک دروجه و چند شو دروجه با ما یک قدری مسافری تیر کردن و یک کوریج زنده دادن، این را در فکر کسی نبود. به هر صورت امیدوارم که وزارت اطلاعات و فرهنگ پاسخ بگوید و کسانی که رسانه ها هستند آزاد هستند، حق دارند در هر محل و در هر جایی که میره بره. اما در اینجا هر ترتیبی که یک تفاهم شده بود، ما امیدواریم که در قسمت وزارت اطلاعات و فرهنگ روشنی اضافه تر روی مسئله پرده و ما از رسانه ها خواهش میکنیم که در قسمت هر شکایتی که داره عذر وزارت اطلاعات و فرهنگ بپذیره و اونا خودشان شاید در قسمت گپ بزنه و طرف منفی گرایی نریم که در یک دستاورد بزرگ بود. اگر یک نشر میکرد، اگر تلویزیون ملی نشر میکرد، اگر هر تلویزیونی که ایر زنده نشر میکرد، ما از اونا ممنون بودیم. و ما امروز که تلویزیون یکی کار کردم، ما خودم شخصا از اونا بسیار تشکر میکنیم. باز رسانه هایی دیگه خواهش میکنیم که اضافه تر به این ارتباط به این منفق گرایی به این خاطر نده که یک دستاورد بزرگ در یک فضای پر امن در یک کوریج بسیار زنده و مردم دیدن زنده، ما از تلویزیون یک برسانی هم تشکر میکنیم. سپاسگزار. موسی خان اکبرزاده، والی غزنی بود. مهمانان عزیز، شما به بحث امشب خوش آمدین. آقای رهبین، با شما آغاز بکنیم. شما یکی از هماهنگ کننده های برنامه مشترک بودین. حال که دو روز از این مراسم که پردستاورد خوانده میشه بر افغانستان توسط حداقل والی غزنی، شما چگونه ارزیابی میکنین دیدگاه ها را؟ عرض سلام خدمت شما و دوست عزیزم آقای دشتی. اما خدمت شما عرض کنم که ما در رابطه و در پیوند با جشنواره غزنی دو دیدگاه داریم، یک دیدگاه عاملانه و خوشبینانه و دیگر دیدگاه آرمانگرا و پرخواهش و بادریغ هر از گاه غرض آلود. ما میخوام بگویم که با همه چالش‌هایی که والی صاحب غزنی هم پیشتر توضیح دادن در رابطه، جشنواره غزنی به حمدالله تانست برگزار شوه و حتی شاید برخی از حلقات و شخصیت ها به این باور نبودند که برنامه بتانه برگزار شده در غزنی. به نظر من این یک پیروزی بزرگ است و این پیروزی بزرگ باید به مردم غزنی در گام نخست، به دولت و ملت افغانستان و به همه مسلمین جهان خجسته باد بگوییم. باورم ای است که بیگمان در هر کار بزرگی، در هر کار کلانی کاستی ها و خلاهای وجود می داشته باشه،
ولی ما میخوایم عرض کنم که ما زمینه ها و امکانات عملی کارهایی که انجام میشه بهتر است که اول او را ارزیابی بکنیم، بعد ببینیم که با زمینه هایی که در دست وجود داشته چه کارهای صورت گرفته و چه کارهای باید صورت می گرفت که صورت نگرفته. باورم این است که با در نظر داشته شرایط امنیتی، وضعیت کشور و دشواری هایی که در عرصه و گستره احیا و بازسازی غزنه به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی بود، یک موفقیت بسیار بزرگ برای دولت افغانستان و ملت افغانستان. سپاسگزار. آقای دشتی، آقای رحمی نام از کاستی ها یاد کرد و انتقادهایی در میان جامعه افغانستان هم وجود دارد. شما چگونه این روند در ارزیابی میکنین و مشخصا اگر روی کاستی ها و انتقادهایی که وجود دارد اگر تمرکز بیشتر بکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم. دو دیدگاهی را که آقای رحمی نشاره میکنن من کاملا موافق هستم که چنین دیدگاه ها وجود دارد، ولی چی شده که این دیدگاه ها وجود داره؟ وعده هایی که داده شده و سطح توقع مردم به حدی که بلند برده شده در 7 سال گذشته، همین آرمانگرایی رو به وجود آورده بود که حالا شهر غزنی تبدیل میشه به یک شهر متفاوت از آنچه است. ما از زبان والی غزنی نقل قول میکنم که بر رسانه ها گفته بود در روز برگزاری مراسم که متهم کرده بود وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت شهرسازی را مشخص که هر دو وزارت کار خود درست انجام نداد. این یک طرف مسئله. مشکلات را هم که آقای رحمی اشاره می کنند من کاملا کتش موافق هستم. ما بدبختانه مشکلات را داریم، ولی وقتی یک کار آغاز میشه و یک تصویر را میشه که ما چنین کار را قرار از در چنان زمانی در چنان مکانی انجام بتیم، از اول نباید این تصویر یک تصویر بسیار کلان و زیبا و رنگارنگ باشه. از اول باید این تصویر در حد باشه که ما میتونیم چنین کار را بکنیم. چون وقتی نتانستیم بکنیم زیر انتقاد قرار میگیم. یک نقطه دیگر را میخوایم اشاره بکنم که ببینین وقت وزارت اطلاعات و فرهنگ یا وزیر اطلاعات و فرهنگ در رأس چنین برنامه کلان قرار میگیره و بعد به دلیل ناتوانی خلع میشه از چنین مسئولیت، خوبی خودش نشان میده که مشکل در یک جای دیگه هم غیر از این مشکلات کلانی که ما داریم، غیر از این که ما پول کافی نداشتیم که قدیر رو به یک شهر عروس تبدیل بکنه. آقای رحبین، یک روندی که در افغانستان وجود داره امو ایتیپیا یا مدینه فاضله مطرح کردن و پس هم نتیجه دادن برخلاف از او یا حداقل توقع مردم بیشتر ساختن، اما پاسخ هم در او حد ندادن. ببینید، من در این مورد دو نکته میخوام عرض کنم. یکی که شاید شما در هیچ جای جهان، یعنی در هیچ کشور اسلامی نشنیده باشین که وقتی یک شهر به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی اعلام میشه یک شهر دفن شده در تای خاک باشه. شما غزنی را از غزنویان، از کسایی که شهروندان غزنی هستند بپرسین که تای چندین سال پسین چه کار با سازی در شهر صورت گرفته. شما شهرهای معادل غزنی را نگاه کنین که وقتی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی اعلام شدن کدام شهرها بودن؟ مثلا در همسایگی ما لاهور، مثلا در همسایگی ما اصفهان، مثلا باکو، مثلا ترابلس، مثلا مدینه منوره. اینا همه شهرهایی بودن که وقتی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی اعلام شدن دولت و مردمی کشورها اصلا نیازی به بازسازی نداشتند به شهر، فقط باید بر جشنواره آمادگی گرفته بشه. یک پرسش میخوام عرض بکنم. ولی بیاین وضعیت در افغانستان ببینیم. ما با گپای آقای دشتی بسیار موافق هستم که کوشش شود در برنامه هایی که ارائه میشه این حد اقل امکانات به نظر گرفته شود، که این امکانات و زمینه هایی که ما میتونیم به هدف برسیم، وسایلی که ما رو به هدف میرسونه ارزیابی دقیق شه. ولی چنانی که ما شرایط افغانستان و دشواری افغانستان رو میدانیم، شما تا
بیشتر از 3 دهه شاهد همه رخدادها در افغانستان هستی. سیاست ها، نظام ها، حکومت هایی که آمدن، چیزهایی که میگفتن تا چیزهایی که کردن، آیا ممکن بود آنچه آرمان هایی که اونا مطرح میکردن؟ حال بخاطر معلومات بیشتر استاد، بله، آیا حکومت افغانستانی فرصت داشت تا یک ولایتی که حداقل از حیث امنیت و از حیث بازسازی بیشتر به حیث مرکز فرهنگ و اسلامی او را پیشنهاد میکرد تا ای که غزنی به فرض یکی از ولایت های دیگر؟ خب من فکر میکنم که یک خود تصمیم، یک مسئله پیشنهاد دولت ها است در مسئله آیسیسکو، و دیگری که پذیرفتن خود مسئله آیسیسکو یک شهر به عنوان پایتخت فرهنگی. بیشتر نقش آیسیسکو یا مسئله فرهنگی کشور اسلامی در گزینش نه. در قضیه غزنی چگونه بوده استاد؟ در قضیه غزنی هم چنین بوده، از طرحی که داده شده فقط غزنی به عنوان شهر که پایتخت فرهنگ اسلامی میتونه نامزد شود ارائه شده صرف مسئله. حال برگردیم به انتقادهایی که پیرامون شخص وزیر وجود داره. بله. آقای دشتی از انتقاد والی غزنی هم یاد کرد. ببینین من میخوام عرض کنم که در کار غزنی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی بیشتر از 10 وزارتخانه و نهاد شریک هستند. شما آغاز بکنین مسائل ساختاری یا ساختمانی را در غزنی که امور شهرسازی به عهده داره، شما مسئله کانالیزاسیون و مسائل دیگه شه که مثلا وزارت فایده عامه اینا نقش دارن، مسائل ساختار جاده ها را در نظر بگیرین که کی باید ایره پاسخ بگه. چند مورد بسیار مهمه که وزارت اطلاعات فرهنگ داره، من میخوام براتون عرض بکنم چه کارهایی صورت گرفته. مثلا در بخش فرهنگی کارهایی که صورت گرفت که مدت ما مسئولیت دفتر داشتم، بیشتر از 24 عنوان کتابی که تا هنوز در افغانستان یعنی کمتر اقبال چاپ یافته بود یا تجدید چاپ شده و یا از نو کتابهایی که عناوین تازه هستند در مرتبط به روزگار غزنویان به چاپ رسیده. سمینارهای در رابطه با غزنه برگزار شده. آبده هایی که مرتبط به کارش به وزارت اطلاعات فرهنگ بوده که بیشتر از 32 آبده تاریخی در شهر غزنی بوده، بیشتر از 50%ش کاملا گشایش یافت، یعنی رسمن ترمیم شده و تمام شده کارش، و بیشتر از 50% دیگهش که حتی من احصایشان با خود دارم میان 50-90% تکمیل است. پس ما فکر میکنیم به کارهای دست یافتیم. با اینکه بازم دوباره تکرار میکنم که یعنی اگر زمینه ها و امکانات بهتر میسر می بود شاید بهتر از کار کرده میتونستیم. اگر قرار باشد چند نهاد مشترک و حکومتی مسئولیت یک کار داشته باشه، فکر میکنین یه عادلانه باشه تنها از وزیر اطلاعات فرهنگ انتقاد شوه؟ من فکر نمیکنم که والی غزنی با وزیر اطلاعات فرهنگ خصومت شخصی داشته باشه یا با وزیر شهرسازی. وزارت های دیگه که آقای رعبین اشاره میکنن یقینا هر کدام نقش خود داشتن در زمینیش مسئولیت های هم داشتن، ولی والی غزنی چرا میایم دو وزارت مشخص نام میگیره؟ بسیار با وضاحت و میگه تقصیر اصلی، عبارت شبرتان میگم که میگه تقصیر اصلی بر دوش وزارت های اطلاعات و فرهنگ و شهرسازی هست. با می عبارت سندش هم وجود داره. یک نقطه دیگر هم میخوایم اشاره کنم، باز از زبان والی غزنی که در رسانه ها بارها تکرار شد، کار به خاطر که کار اساسی و کار بنیادی به خاطر پروژه‌ای که در غزنی باید انجام می‌شد از 1.5 سال پیش آغاز شد. تا 1.5 سال پیش به اصطلاح معروف روزگذرانی شد. وقتی والی غزنی به عنوان رئیس زمی کمیسیون انتخاب میشه، بعد از این است که کار سرعت میگیره و آن پروژه‌ای که تکمیل شده یا نزدیک به تکمیل شدن است بیشتر امو افتخارش اگه بتوانم بگویم برمیگرده به والی غزنی و چند تا از وکلای غزنی که هر وزارت را رفتن جدا جدا فشار دادن و از هر وزارت خواستن که کارشان زودتر انجام بدن. حالا اگر یک محاسبه کوتاه بکنیم، مثلا یک ساختمان باید ایجاد شود اول تا کی باز تبدیل میشه با مرکز ثقافت اسلامی که او 1000 تا گپ خوردوری زدگه داره که چی در داخل از اون میباشه، محتوایش چی میباشه، نمیدانم طرح و دیزاین و طراحی و دیکوریشن و چنین چنان چی میباشه، این یک گپ جداست. ولی یک ساختمان باید ایجاد شه با نام مرکز ثقافت اسلامی و در 7 سالی نمیشه. شما وقتی برنامه ریزی میکنین برای کاری که امروز آغاز میکنین
و قرار از پس فردا یا هفته بعد برش برسی، بسیار باید دقیق قدمهایتان رو بسنجیم که کار مرکز ثقافت اسلامی رو ما چه زمان آغاز کنیم که 7 سال بعد آماده باشه، یا کار ورزشگاه غزنی رو چه زمان آغاز کنیم که کدام زمان آماده باشه. حتما آقای رحمین برسی فهمسی به اجازتان یک چیز تصریح کنم در رابطه به این که بسیار ببخشین که من نمیخوام مشخص از وزیر اتحاد فرهنگ دفاع بکنم، برای که اگر خودشان باشن میشه گپای خودشان داشته باشن، ولی تا اونجا که مرتبط با من است، ببینین وقتی ولی غزنی میگه که وزیر اتحاد فرهنگ مسئولیت بیشتر داشته، کدام وزیر اتحاد فرهنگ؟ شما میفهمین که برنامه در پایان سال 2007 زمانی که آقای خرم وزیر فرهنگ بوده مطرح شده، و یک دو دیگری که پس از او آمده دکتر سبرهین، پس از او در حدود یک سال ریاست مجلس داشته معاون اول رئیس جمهور مارشال صاحب. پس این مسئله باید از کی پرسیده شود که این تعلل در کار از کی بوده؟ یک ببخشین، یک دو دیگری که ببینین ما شما وقتی اتصاب میکنیم داشتی سب که شرایط 5 سال پیش افغانستان تا امروز چند درصد فرق کرده؟ ما خوب شده یا بد شده؟ من عرض مده کجاست؟ همین چیزی که شما میگین که آله مثلا در طی یک نیم سال پسین میفهمین که یک نقشه رو من شاهد هستم که یکی از نقشه هایی که همین مرکز فرهنگ اسلامی بعد ساخته میشد بیشتر از 2 سال سر از کار شده، چندین باری گشته مثلا ارائه شده، آخرین بارشان به جناب رئیس جمهور وقتی که پیشنهاد شد در آخرین باری پس دوباره گشت، این نقشه که 2 سال سرش کار شده بود. ببینین من فکر میکنم امگه پیشتر که شما گفتین که از بسی از مدینه فاضله داریم، ما میگم بیاین سری مسئله حساب بکنیم که امی کارهایی را که ما میخواستیم، مثلا خواستم این بوده که غزنی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی شناخته شد، افتخارش به مردم افغانستان، به مسلمانان جهان و به کشور اسلامی. خب ما تصمیم داشتیم که این جشنواره برگزار شود. جشنواره با تمام چالش‌هایی که وجود داشت، شما یک بار امیدوار هستم که از نهادهای امنیتی با شما وصل باشن، کس به مسئولین امنیتی و اونا بگن که چه تهدیدهای امنیتی در رابطه وجود داشت. رهبین این مسائل به همش جمع شده که این مسئله داشتم باشم. یکی از انتقادهای تکنیکی عدم حضور رئیس جمهور افغانستان و معاونینش به این مراسم بله. بود. شما فکر نمیکنین یک اشتباه از آغاز همی بوده که در رأس کمیسیون اعمار مرکز ثقافت اسلامی غزنی را به اسم مرکز ثقافت اسلامی انتخاب معاون اول رئیس جمهوری که نمیتوند امروزه که با بیشترین تدابیر امنیتی از حضور پیدا بکنه یک مشکل بوده، یا خود آقای وزیر در این رأس است؟ من باور به چند چیز دارم. یک مراحل و مراسم یا اصولی که دولت مطرح ساخت برای پایتخت فرهنگ اسلامی و دیگه دیدگاه شخصی ما که چگونه میشد این کار بهتر شود، که این اصلا نمیتونه نقش داشته باشه. باور من این بود که اگر میخواستیم یک کار خوب در رابطه با غزنی انجام بدیم، یک کمیسیون کاملا مستقلی که فقط و فقط کارش ساختار غزنی، بازسازی غزنی و پرداختن به کار غزنی می بود، مانند کمیسیون مستقلی که داریم برای موقت تا زمان انجام شدن کار باید از طرف دولت فعلی به باور شما مستقل نبوده. مستقل منظور من از مستقل بودن دارای جایگاه مستقل، امکانات مستقل و وسایل و زمین های مستقل بود. شما فکر بکنین به خاطر یک آبده تاریخی وقتی کارشناس های ریاست آبادات تاریخی با دشواری هایی که در مسیر طی میکردن، با خوف و حراسی که در مسیر داشتن، اینا میرفتن یک بار احجام میگرفتن، بررسی خود میکردن، بعدش میآوردن با وزارت نهایی میساختن که اگر مشکلات تکنیکی وجود میداشت دوباره بعد اینا میرفتن، باز پس دوباره میآوردن نهایی میساختن، این بعد به داوطلبی گذاشته میشد، بعدش پایین ترین نرخ از لحاظ مسائل اداری که در دولت وجود داره این بعد پذیرفته میشد، و دشوارتر از همه ای که همه مؤسسات ساختمانی نمیتونن کارهای آبادات تاریخ انجام بدن و مو یک نهادی که تجربه می داشت این باید می بود. هم از این جمع شده و در مورد ازی که کمیسیون مثلا چرا رئیس جمهور شرکت نکردن فکر میکنم پرسشش که خودشان باید پاسخ بگن که من نمی تونم پاسخ بگم. آقای زراور زاهد فرمانده پلیس غزنی در خط تلفن با ما وصل هستند. شبتان خوش. تشکر. ما احترامات خود را با شما
و با همجناب محترم رئیس تلویزیون و همه کارمندان شما و طریق شما با تمام مردم شریف افغانستان خصوصاً تلویزیون تلویزیون تقدیم میکنیم. شما هم مبارک باد میگم، خصوصا بخشی که من از همکارانم شنیدم که شما در خطرناکترین شارای افغانستان با یک موترسکل مهمانانتان همراهی میکردین تا صحیح سلامت و کابل برسه، واقعا تلاشای شما ستودنی است. تشکر، زنده باشین. وظیفه ما بودن و قبل از برگزاری مراسم شما چقدر نگران از اخلال مراسم توسط دشمنان مردم افغانستان بودید؟ قبل از اینکه این شماره برسن و این پروگرام تاریخ 24 برسن، مردم شریف ولایت غزنی با ما اطمینان داده بودن، با ما همکار بودن و نیاکای امنیتی ولایت غزنی، اردوی ملی، امنیت ملی، پلیس ملی، پلیس نظم اعمال، پلیس ولایتی به دعمای مشترک خود ساخته بودن و ما صد درصد مطمئن بودیم چون این افتخار حتی از غزنی نبود، این افتخار از تمام مردم غزنی، تمام مردم افغانستان و تمام اسلام جهان بوده. سپاسگزار آقای زاهد. آقای رهبین، بر بگردیم به پرسش. پوشش خبری این مراسم غزنی انتقادهای را به همراه داشت و گله ها را. شما یک طرف از این مسائل از جانب وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان بودین، جزئیات این مسائل چی است؟ ببینین، ما تصورم است که در هر برنامه کلانی که انجام میشه، چه در کشور ما چه در کشورهای دیگه، بگمون با انتقادهای همراه می باشه، که یک انتقاد هم در رابطه با مسئله رسانه ها بود که در داخل تالار راه نیفتن. ما در تماس های مکرره که با والیس به غزنی داشتیم، از تعدد مهمانان و از حضور مهمانان در تالار و از امکانات کرسی هایی که در تالار بود و از این همه مسائل پرسیدیم و نهادهای امنیتی که مشخصا بر ما تشویش هایی را در رابطه با مسائل امنیتی مطرح ساختن و چیزی که ما گواهش بدیم، این دوستایی که غزنی سفر کردن، که ما خودم از راه زمین سفر کردیم، این تدابیر امنیتی به پیمانی بود که هر آن تشویش یک حادثه میرفت. به می خاطر بود که صحبتی که ما با شبکه یک داشتیم و درخواستی که شبکه یک از ما داشت در بدل قبول کردن یک خطر بزرگ در واقع که بتونه این برنامه رو پوشش بده، خواهشش همی بود که فقط خودشان بتونن نشرات مستقیم نشر کنن و یک امتیازم دادن به رادیو تلویزیون ملی افغانستان که اینا از طریق ارتباط، یعنی بتونن اونا هم نشر مستقیم داشته باشن، یعنی نشر قاره‌ای و جهانی، که این هم یک امتیاز به وزارت اطلاعات فرهنگ بود همزمان نشر مستقیمش. و از طرف دیگه به تمام تلویزیون ها و رسانه های تصویری که با ما تماس داشتن، که اونا دعوت شده بودن به برنامه، جداگانه به هر کدامشان افاده شده بود که شما میتونین به خاطر مسائل امنیتی، مسائل تدابیری که خود ولایت غزنی داره، داخل تالار نباشین، در بیرون این لینک های ارتباطات خود از طریق شبکه یک بگیرین. وقتی که پلیس به غزنی مسئله را با ما در جریان گذاشت، اونا تقاضا کردن که تلویزیون محلی غزنی هم میخواه پوشش محلی داشته باشه. در آغازین گام ما ایره مطرح ساختیم با تلویزیون یک و اینا بسیار به سادگی پذیرفتن، ولی تشویش از تعدد کمره های گپا داشتن و تشویشی که ما هم داشتیم از مسائل امنیتی گپا. بیگمون در رابطه با مسائل ارتباطات تکنیکی گاهی وقت باز مشکلات دشواری های پدید میاد که یا بیشتر به واسطه ها و ابزارهای کاریشان مرتبط است یا به صورت و ساختار و مسائل دیگه، که امیدوار هستم رسانه های ما با پذیرفتن امی مسئله که تلویزیون یک، شبکه یک حاضر شدن در حضور خودشان که حتی ویدیوها را برشان بتن، در صورتی که اگر نتونن تصویر درست بگیرن یا به خاطر نداشتن برخی از ابزار ها دسترسی به گرفتن تصویر نداشته باشن. به نظر ما مسئله حل بود و قابل این نیست که زیاد تشویق داشته باشه. استاد، بیشتر از اینکه به انتقادات بریم، یک انتقاد وجود داره که چرا تلویزیون ملی افغانستان مسئولیت نگرفت تا یک به تلویزیون خصوصی داده شد؟ به گونه که من برداشت دارم، این برنامه بر تلویزیون یک قسمی که خودشان ارائه کردن بیشتر از حدود 25,000 دلار هزینه برداشت.
و قبول ریسکی که وسایل تکنیکی که به چندین صد هزار دلار ارزش داشت از مسیر راه عبور دادند تا به غزنی رسپار شد. این پذیرفتن یک خطر بسیار بزرگ است و ما باور دارم که اگر مثلا در جشنواره آینده امیرا به داوطلبی هم بگذاریم، امیدوار هستم که دوستان بسیار که امروز انتقاد دارن نقد دارن حاضر به پوشش چنین مسئله نخواد. سپاسگزار. آقای دشتی، شما طرف هستین که هم اعلامیه داشتن اتحادیه ملی در و هم انتقادهای زیاد را شنیدین، لطفا در مورد انتقادها صحبت میکنین. قبل از اینکه به این مشخص به این مسئله برم، دو نکته را میخوایم عرض بکنم. اولی که خدا نخواسته چون این تعبیر نشه که ما هم نصف خالی پیاله را میبینیم و منفی گرایی میکنیم، منفی بافی میکنیم. نه، بر ما هم قابل درک است که آنچه در قدی شد یک دستاورد کلان، ولی این را هم میدانیم که میتوشد آجی بهتر باشه. و در مورد وزارت اطلاعات فرهنگ که پیشتر جناب رویت هم اشاره کردن که کدام وزیر اطلاعات فرهنگ، ما امی وزیر اطلاعات فرهنگ را خوش ندارم، شخصا خوش ندارم. ولی ببینین وقتی صحبت میکنم من نقل قول والی غزنی نمیگم، از زبان خود من نمیگم. شاید هم بدلیل ازی باشه که فکته که به اساس ازا شما خوش نداریم وزیر تحت تاثیر قرار بتین، یا حداقل به او دلیل استفاده بکنیم. آقای داشتیم، حتی اگر خواسته باشم به امی دلیل هم استفاده بکنم، چون یک فکت است که از زبان یک مقام دولتی بیرون شده و از زبان مسئول کمیسیون برگزاری از این مراسم بیرون شده، حق استفاده شما دار. خواسته باشم خوب استفادهش بکنم، خواسته باشم بد استفادهش بکنم، گپ امیز که وزارت اطلاعات فرهنگ مسئول است. در این مورد مشخص ما بر اساس شکایت هایی که دریافت کردیم، اتحادیه ملی، ژورنالیستان افغانستان، از رسانه های مختلف، چه رسانه های صوتی، چه تصویری، چه خبرگزاری ها و چه رسانه های چاپی، شکایت داشتند که ما با این رقم یک مشکل مواجه هستیم و ما مسئولیت داریم به عنوان یک اتحادیه صنفی که از حقوق رسانه ها و خبرنگاران دفاع کنیم. ما فکت هایی را که وجود داشت از رسانه های مختلف گرفتیم، در اعلامیه ما موجود است اگر، یا در خبر ما موجود است. با وزارت اطلاعات فرهنگ هم در تماس شدیم، اگر کسی ثبوت و سندش هم میخواید، فضل خدا تکنولوژی همی رقم است که آدم ثابت کرده میتونه که از تلفون ما به معینیت وزارت اطلاعات و فرهنگ به تکرار زنگ زده شده ولی کسی جواب نگفته. رابین صاحب که به غزنی بودن، خود جناب وزیر هم که به غزنی بودن، دسترسی به اینا به اون شرایط را بفرد ممکن نبود. وقت شکایت رسید، ما ناگزیر هستیم که شکایت هم‌مسلکای خود را به گوش مسئولان برسن. هیچ شکی نیست. شکایت بر ما چنین رسید. اجازه بدید. خبرنامه مبصر شکایت شما میخواین. در خبرنامه شما دو شکایت نقل شده از دو خبرگزاری متفاوت. در شکایت بخش دومه که شما او را نقل قول مستقیم کردین، گفته شده که خبرنگار رسانه های محلی غزنی، خبرنگارانی که از ولایت های همجوار به غزنی آمده بودند و حتی خبرنگارانی که با وزیر اطلاعات و فرهنگ از کابل به غزنی رفته بودند، اجازه ورود سالون مراسم را نیافتند. در حالی که یکی از رسانه های محلی اونجا رسانه غزنویان محلی بود که ما صاحب می چون از می موزه ما دفاع می کنم ان شاء الله وقت ببخشید. روی هر کلمه از این خبرنامه و اعلامیه دقت شده، دمون نقطه آخرش که میخوانین که اجازه ورود به سالون را نیافتن، ما همین نقطه را گفتیم که اجازه ورود به سالون را نیافتن. این درست است که برشان به رسانه محلی غزنی لگ داده شده، ولی مسئله ما ایست که چرا اجازه ورود به سالون داده نشدن بر مبنای آنچه که پیش شما هم است. من یک نقطه دیگر میخوام اشاره بکنم. برای یک تلویزیون مقدور است که از شما کیبل بگیره و از طریق کیبل شما نشرات بکنه یا استفاده بکنه از تصویری که شما برش میدید. برای یک آژانس خبری نیست. و آژانس خبری شما میدانید که به اساس ثانیه ها خبر میده. برای یک رسانه چاپی نیست. او میخواه عکس داشته باشه و عکس را از زاویه دید خود داشته باشه و عکس را از مجموعه که خودش میخواه داشته باشه.
آلی تلویزیون یک نبوده که ببین اجازه بدین ما میام اجازه ورود افراد به داخل این نقطه رو میخوایم بگیم هم در خبر که از طریق اتحادیه ملی ژورنالیستان پخش شده هم در اعلامیه اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان قطعا اصلا تلویزیون یک مورد انتقاد قرار نگرفته و هدف از خبر نبوده. با تکرار گفته شده که وزارت اطلاعات و فرهنگ و برگزار کنندگان مراسم غزنی با تکرار گفته شده. یعنی باز میخوایم اینجا باز تکرار کنیم که ما باور ما این است که به خاطر پوشش خبری مراسم غزنی در حق یک تعدادی از رسانه ها وزارت اطلاعات و فرهنگ و برگزار کنندگان مراسم ظلم کرد. حتی اگر نپذیریم که رسانه ها تصویری بودن، یعنی تصویری شد بپذیریم که آل امکانات برشان میسر بود، باقی رسانه ها در اقلیم به خاطر که میره بونی کنده بیتر. ما با تمام حرمتی که قائل استم به جناب دشتی صاحب دوست عزیزم است، ما میخوام عرض بکنم که دشتی صاحب دانم آغاز گپ تمام کرد، گفت که وزیر اطلاعات فرهنگ خوشم نمیاد. بله بله، وزیر دشمنان است. تکرار میکنم سعی کنین. شما که گفتین خبرنگاری مثلا رسانه محلی غزنه، نام شاید تصریح شده کدام رسانه که با ما در میان گذاشته باشه؟ یک رسانه که امیدوار هستم کسی اگه تصویر برداشته باشن با خود دارن که یک از رسانه هایی که اصلا شامل فهرست ببینه. وقتی ما میخواییم فهرست بسازیم، ما یک دشواری دیگر هم با خود داریم. ولایت غزنی جناب والی صاحب تا هنوز چند بار فهرست مهمانه ای که از اینجا میرن، نهادهای امنیتی چندین بار فرسته کسانی که به غزنی رسپار میشن، هم از بخش خبرنگارا هم از بخش مردم مهمانای عمومی از ما درخواست میکردن. تا آخرین روز به ده ها بار شما شاهد باشین. یک مورد دومی که امی کسایی که از شما شکایت کردین، اگر اونطور که شما میگین سند داریم به صورت تلفن، ما خودم بالفعل شاهد بودیم در دفتر که یک آیک بر اینا زنگ زده شده و برشون توضیح شده و تفهیم شده که شبکه یک با پذیرفتن اینمی خطره که اینقدر هزینه بر میداره و اینمی دشواری ها را با خود داره، حاضر است که میره پوشش بده و شما میتونین لینکتان را بگیرین از تلویزیون یک. وقتی که مسئله تکنیکی رو برشون عرض کردیم که چی باید داشته باشن با خود، مسئله رو با ما حاضر شدن، این راضی شدن به ای که امی گپ بپذیرن با ما و ما در موتر خودم اینا رو انتقال دادیم تا غزنی. چه مشکل بود ما اجازه نتیم که باید نتانه تصویر بردارم؟ ببینید عرض میز، من میخوام گپ تمام بکنم. دیگری که ما روز شنبه از اینجا حرکت کردیم، این امروزی که جشنواره برگزار میشد، تا همون روز تمام کسایی که از رسانه تماس گرفتن همه تماس ها وجود داره و همش اون چی که از ما خواستین این مسئله تصریح کردیم. هیچ کس از ما خواهش از این نکرده که پس ما چرا خیر داخل تالار نریم؟ اگر داخل تالار نمیریم، ما پس کار ما نمیخوایم تصویر برداری بکنیم. همیشون راضی بودن به این مسئله. پس مشکل در کجاست که وقتی غزنی میرسن میگن ما باید داخل تالار بریم؟ اجازه بفرمایید میرونه. قصه دشمنی با وزیر اطلاعات و فرهنگ را گفتین که شما دشمنی تعبیرش کردین، حالا به تعبیر شما بله، ولی دشمنی به اساس سلیقه نیست. نه بچه کاکای ماست، نه پلوان شریک ماست، نه عمق بچه ماست. با گفته یه چیزا بر مبنای اصول، بر مبنای معیارها، بر مبنای ارزشها، و خودم مسئول میدانم که از اینجا تا به دادگاه الهی پاسخگو باشم در این مورد. این دیگه ای دادگاه زمینی خب اصلا در بندش نیست. باز تکرار میکنم، اجازه بتین سر از این مسئله نه. ما نقل قول مستقیم کردیم از مسئول بزرگترین آژانس خبری افغانستان پژواک. اما این درست نیست. ببینید اجازه بدین ما گپ ما تمام بکنم. ما گپ ما میخوایم تمام بکنم وقت 100% درست است. چرا میگم؟ آقای کروخیل میگه خبرنگارای محلی غزنی، خبرنگارای که از ولایات آمده بودن و خبرنگارایی که از کابل رفته بودن
به سالون اجازه ورود نیافتن. اگر یافتن کسی بر ما بگوید که یافتن، و اگر خبرتش اجازه بودن را اجازه بتین ما برتان آقای اینو پذیرفتن با ما که داخل نمیرن. نیروهای امنیتی به خاطر مشکلات امنیتی و تدابیر امنیتی اجازه نمیدادن خبرنگارای غیر که وارد سالون شود. یکی از همکارای ما کارت خود به خاطر از اینکه همکاری شود و خبرنگاری که شاید همین حالا ما را ببینه، به خبرنگار ای پی که او هم فوتوگرافر و عکاس عکس بردار بوده داده. درست نیست دیگه او حضور پیدا کردیم. باز اجازه میخواییم ببینین وقتی صحبت میکنیم بر اساس معیارها و بر اساس اصول صحبت میکنیم، و اگر در معیارها و در اصول ما مشکل داشتیم ما مسئول. باز تکرار میکنم ما نقل قول مستقیم داریم و در برابرش با وزارت اطلاعات و فرهنگ تماس گرفتیم که کسی پاسخ ما را در زمانش نگفته، در زمانی که ما این اعلامیه را نشر میکردیم. و شما میدانین که بر اساس ارزش های خبری و معیارهای ژورنالیسم وقتی شما نقل قول مستقیم دارین و از یک آدم مسئول دارین، شما دیگه مسئول نیستین. یک نقطه. نقطه دوم باز تکرار میکنم که حتی اگر همکار شما کارت خود داده برای یک عکاس که وارد محوطه شود و عکس بگیره، این بر مبنای این نشان دهنده یک نیاز است که در پالوی فیلم برداری عکس برداری هم از این محفل نیاز بوده، ضروری بوده، و این رو وزارت اطلاعات و فرهنگ و برگزار کنندگان محفل در نظر نگرفته بود. حال داشتید باز میخواییم تکرار شده باشین. یک نکته رو من میخواییم عرض بکنم. ببینید داشتی سب عزیز، امی آژانس پژواک که شما میگین، عرضم ای است که در کدام زمان از کی تقاضا کرده که من میخوایم غزنی برم و برش اجازه داده نشده؟ یک. دو دیگری که شما لطفاً به نهادهای امنیتی که مسئولیت میگه پداشتن، مثلا وزارت امور داخله، نهادهای دیگه امنیتی که ما شما میشناسیم، مراجعه بکنیم بگوییم که آخرین ضربتی که بر ما دادن نظر بلاجل که تعیین کردن که فهرست تمامی مدوین بر ما بده چه زمانی بود. و اگر احیانا کسی پس از اون روزی که وقتش پوره شده و ما فهرستم فرستادیم، حتی شاید استم که یکی از خبرگزاری ها که احتمالاً خورشید بود یا کلام تلویزیون دیگه بود، یعنی ما خودم به قلم خود در پای فهرستی که به وزارت امور داخله سپردیم مور شده، نامه رسمی رفته برش، مور درج کردیم، پس برشون خبر دادیم که دو نفر دیگه از رسم شما همی عرض مرا نمیفهمم. پس اینی پس اینا اجازه بدید، پس چه زمانی اینا تماس گرفتن؟ اجازه بدید، اجازه بدید. شما همی عرض مرا من نمیفهمم، شاید من درست تفهیم کرده نمیتونم. نقل قول مستقیمی که ما داریم همین رقم میگه، اگر خلاف ازی است شما بگوین که خلاف عزیز، ولی اگر دلیل اجازه بدید چه زمانی خب بفرمایید. شما خیمه را اجازه بدید تمام کنم. اگر دلایل دیگه در پهلوی عزیز وجود داشته که بر ما گفته نشده و ما تماس گرفتیم به وزارت اطلاعات فرهنگ پاسخ گفته نشده، او یک طرف دیگه مثال است. نقل قول مستقیم همین میگه که خبرنگاران محلی، خبرنگارانی که از ولایات اطراف آمده بودند، خبرنگارانی که از کابل رفته بودند، اجازه ورود به سالون مراسم را نیافتن. شما هم میگین که بلی نیافتن. دلایلش اجازه بدین. دلایلی که شما میگین امنیتی بود یک مسئله جداست، کسی پیشتر اجازه گرفته بود بعدتر اجازه گرفته بود یک مسئله جزاست. حقیقتی است، حقیقتی این است که بر اساس همون نقل قول و موضع ما که کسی اجازه ورود به سالون را نیافته. اگر میگین یافته ما مسئول، ببین. اگر میگین نیافته دلیل داشته ببین. من میخوام تصریح کنم. سعی کنین در مورد تلویزیون ها یا رسانه های تصویری که گپ هر شد، همشون پذیرفتن که ما با می پروتکلی که وجود داره ما حاضر هستیم لینک بگیریم داخل تالار نریم. درست حل شد. میمونه کاری بعدی از این. ما مسئولیت ما در برابر ولایت غزنی، در برابر نهادهای امنیتی و نمو شماره از کسایی بود که ما با خود میبردیم و موضوع رو برشون گفتیم که شما فقط میتونید لینک بگیرین، ولی کسایی دیگه ما نوندش آژانس خبری همین یک روزنامه چه رقم لینک بگیره؟ جواب شما اجازه بدید، شما میره جواب شما بگیره دشتی سب اجازه بدید. ببینین همین آژانس پژواک با کی مراجعه کرده در پیش دروازه، مثلا دروازه تالار که سعی کنین این خمر برمیگرده به نهاد امنیتی دیگه که کارا اجازه نمیده برش ما فرستادی ببینید. پژواک ادعا نداره که پژواک را اجازه ندادن. پژواک خبر داده که امی خبرنگارای دیگر اجازه ورود به سالون ندادن. امیر غلط میگه؟ امیر شما بگید غلط میگه درست میگه؟ ببینید عرض مده کجاست. پژواک خبر داده امو رسانه که آمده با کی مراجعه کرده که اجازه ندادن. یک
آیا با ما همانگی ساختن ما برشان اجازه ورود ندادیم؟ شما کسر اجازه ورود دادین؟ نه ببینین سعی کنین یا بلی یا نه اتو پرسش نمیشه سعی کنین ما براتون میگم که سعی کنین اینو امو رسانه را در کل گرفتن آژانس پشواک گفته کس اجازه ورود نیافت ما مسئولیت کسایی را داشتیم کس کابل با خود بردیم درست؟ که در غزنی مراجعه میکردن پیشکی باید مراجعه میکردن داخل میرفتن اونجا نهادهای امنیتی باید با تصفیه حساب میکرد اونا باید اجازه میدادن اینال ببینید بله. باز گپ میره کلان میشه بسیاری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به عنوان مسئول درجه اول در برابر کار رسانه‌ای در افغانستان تنها مسئولیت خبرنگاران کابل را نداره از قندار خبرنگار می با کی تماس بگیره از ببینین از پکتیکا خبرنگار می با کی تماس بگیره از وردک خبرنگار می با کی تماس بگیره شما ببینین شما شرایط شما ببینین شما شرایط افغانستان تو فکر میکنید که اصلا هیچ چیز در افغانستان نمیگذره ما در صبحگاه روز شنبه که بعد به مراسم برگزار میشد حتی شبکه یک مصاحبه ما باید میکردم به عنوان مسئول گپای رو باید عرضه میکردم در وقت نتونستم برسم شما امیدم شرایط یک بار میشه سرش فکر بکنین که در افغانستان همیشه اون چیزی که ما آرمانی میخواییم میشه به دست رسیم قرار بگیرم قطعا آرمانی نیست آقای ربین ببینید 7 سال برنامه ریزی میکنید ببین افسانه است اجازه بده اولی را مرا نگوین من نکردم چه کنم آقای دشتی سعی کنید شما کسایی را که پشت برتون نام بردن یک یک به پشت میز مثلا محاکمه بکشانین کسایی که شریک بودن در این مسئله از هر کدام شد جداگانه بپرسین شما میگین که 7 سال برنامه ریزی حداقل مسئولیت رسانه ها را خود وزارت فرهنگ بفرمایید بیارین کسایی را که شریک بودن شما حاضر بسازین میگه که پاسخ بگیرن مسئولیت رسانه ها را که شما با یک از دیگه نهادها تماس میگیرین کسی که مسئولیت داشتن در رابطه با غزنی؟ بعد ما خبرنگاران شکایت کردن گفتن ما را اجازه ندادن و ما در این رابطه وزارت اطلاعات فرهنگ مسئول درجه اول در افغانستان در رابطه با کار رسانه‌ای می‌دانیم و شکایت ما متوجه بار وزارت اطلاعات فرهنگ است و شما ما وزارت اطلاعات فرهنگ نمایندگی می‌کنید ببینید آقای دشتی یک بار دیگه میگم دشواری‌های امنیتی مشکلاتی که از لحاظ امنیتی وجود داره دلایلتان را قبول دارم رهبری صاحب اینی میگه سر مسئله را قبول نداره بله بفت برین با نهاده امنیتی تیر مسئله مطرح بکنیم بگو چرا شما پس ما غلط گفتیم ما غلط نگفتیم ما گفتیم که از داخل نرفته ما چیز اضافه نگفتیم ما گفتیم که داخل اجازه داده نشد بس غلط گفتیم یک عقد یک قرارداد که از داخل نرفت داشتی صاحب تفاهم صورت گرفته بود در کنارش تلویزیون یک هم رقم استاد رهبین گفتن هزینه کرده بود برای این وسایل خود با خطر 40 کارمند ما در حدود 40 کارمند در دو هم کارمندای رسانی هم تاپ‌ترین خبرنگارای ما 3 روز و 3 شبانه روز در غزنی بودن و در این وقت امکانات میدیا پول چیزی که معمول در درون شورای ملی افغانستان است ما در اختیار قرار داده بودیم حال چگونه در حق دیگر ظلم شده من میخوام اینو بازش کنم ببینید وقتی یک قرارداد صورت میگیره یک تفاهم نامه صورت میگیره تمام جوانبش سنجیده میشه وقتی در قرارداد چنین میگه که تلویزیون یک بر مبنای هزینه هایی که میکنه که قابل قدر است خطر مندازه ریسک قبول میکنه قابل قدر است خواسته که انحصار بکنه پخش مستقیم از امی مراسم را درست است برای دیگر رسانه های تصویری امکانات را میسر میسازه که از این تصاویر استفاده بکنن درست است ما مشکل ندارم خبرنگاران باید کسانی که در این زمینه کار میکنن باید مشکل نداشته باشن به اساس یک قرارداد یا یک چیزی بسیار معمول از در دنیا انحصار نشر یک رویداد هیچ مشکل ندارم ولی ببینید ما یک سری رسانه های غیر تصویری داریم وقتی این قرارداد انجام میشه اینی به ذهن کسی نمیگرده که یک کسی که عکس کار داره چطور کنه برش یک راه حل از اول سنجیده شده باشه که پسان همکار شما مجبور نشه که کارت خود به یک عکاس بده تو بگو تو برو عکس بگیر چرا عکس نیاز است دیگه و این نیاز رو وزارت اطلاعات و فرهنگ میدونه که عکاسی هم نیاز است من پیشتر داشتی سب خواستم بگویم اینه بیاین یک تو حساب بکنیم که یک بخش شما پذیرفتین که بلی با اینا پروتکل شده بود یا قرارداد بود یا با اینا طوری صحبت شده بود که اینا بیان لینک خدا بگیرن با هر کدام جداگانه گفته شده بود که وسایل ابزارهای خود داشته باشن درست یک تعداد دیگه که ببینید در او وقت یک چیز میشه ایره پذیرفت که با نظر داشت دشواری های عجیب غریبی که در شرایط اوضاع افغانستان است اما گپای بازم منظور است که اینی میگه پای که شما گفتین یک چیز دلخواه است منظور دلخواه چه معنا که این با تمام چیزای خواسته که ما میگیم باید برسیم این مثلا ما میگم جشن سعی کنیم چطور حساب کنیم جشنواره برگزار شد
که تشویش بسیاری بود برگزار نمیشد. دشواری که از لحاظ امنیتی بود، قطعات امنیتی اینا همش با سلحشوری تمام این مراسم امنیت چه تامین کردن. از ولایات ما، ولایات های مختلف اینا به نمایش آثار هنری بومی گپای خود آوردن، کی هم شد نمانده های وزارت کشورهای خارجی، وزارهای فرهنگش اینا شرکت باید میکردن، که شمار از اینا شرکت کردن. این پیروزی های بیاید بپذیریم به عنوان یک طرح مسئله ملی، یک جشنواره ملی که یک دو سه کاستی ها موجود داشته. نه ما در هیچ کاملا ارزم دکلیاست، ارزم دکلیاست داشته سبب ما میخوام این فکر بکنیم که امی به عنوان یک کاستی که رسانه هایی که به تصویر می گرفتن نشد. ولی من میخوام اینو با شما یک جایی طور بکنم که وقتی افاده شده بود به نهادهای امنیتی که ما قرارداد چنین کردیم با رسانه ها که اینا از بیرون ارتباطات خود بگیرن، خود در اون وقت دیگه ببینید وقتی جشنواره برگزار میشه، یعنی میگه شما که چگونه بعد امانگ میشد که یک کسی که عکاس تصویری است با داخل بره و تصویر برداری بکنه. دشواری امنیتی، شرایط وضعیت، دیرسیدن ما، مشکلاتی که در افغانستان وجود داره در تمام رسا، اینو میپذیریم که یا سبب شد که کار نشه. ما به عنوان یک نهاد صنفی مسئول دفاع از حقوق خبرنگاران مسئولیت داریم که به شکایت هایشان رسیدگی بکنیم و شکایت هایشان را انتقال بدیم به مراجع مسئول و بسیار مسئولانه انتقال بدیم. ما از حرفی که در خبرنامه ما پخش شده و در اعلامیه ما پخش شده حاضر به دفاع هستم و هیچ گاهی قطعا باور دارم که هیچ غیر مسئولی را ما مسئول نخواندیم و هیچ خبری را ما خلاف آنچه که واقع شده پخش نکردیم. ببینید ولی این حال وقتی که شما این بخش کاستی کار را میپذیرین که بلی کاستی وجود داشته، ما نمیگیم که 100% باید کلی چیز میتونست در این شرایط، در این وضعیت، در این زمان، در این مکان درست باشه. ولی خوی اقرام بر ما شما بتین که وقتی از بر ما شکایت راجع میشه، ما او شکایت را برسانیم و صدای از اون را بلند بکنیم. ما یک نگرفتیم و اعلامیه پخش شده، همگی خوانده و همگی دیده و صحبت شده. قضیه سر از امون، چون مسئله سر از امون فکر میکنم. پادیدار بد، خدا نگهدار.